آنتن نمیده که بابا. جواد تو آنتن داری؟ آره. چطور مگه؟ اینجوری بهم نگو. محمد جون یه چایی بده من باید برم داداش دیرم شده. چشم ای بابا. بابا. صد دفعه مگه بهت نگفتم اینجا پاتو نذار. ماما. ماما چی؟ پلیس دارم مامانو میبرم. لا حضرت عباس مینو جناب سرم چی شده؟ ما حکم جلب خانم شما رو داریم. حکم جلب چی؟ به خاطر سفتایی که دادن. حبیب یه کاری بکن. بهت قول میدم همه چی درست میشه، نگران نباش. شناسنامه یا چی؟ کارت ملی هم میخوام. آره آره بابایی جانم مامان گفت چیزم بیار چیزو سفره عقد. خورونست برم عقد نامه. بابایی من و هانیه هم بیایم. اونجا جای تو نیست بابا جم. بابایی جونم ماما شب برمیگرده. مواظب خواهرت باش خب؟ دست به چیزی نزنی ها. خیالم راحت باشه. ما هم زود برمیگردیم. سلام آقای اقبالی. قربونتون برم شما که وضعیت ما رو بهتر میدونید. مینو چند ساله که داره پرستاری مادرتون رو میکنه. بیایید رضایت بدید. خواهش میکنم. چقدر بهت گفتم حبیب دست به جنبون. نگفتم؟ گفتم. تو اگه غیرت داشتی نمیذاشتی پای زنت به اینجاها باز بشه. باشه باشه من بی غیرت. شما غیرت کن و بیا رضایت بده. من دو تا بچه کوچیک دارم.
هانی هم 5 ماهشه. ببین آقا جون، 1.5 سال پول بی زبون من دسته بود. این هم من فرصت داشت. چی کار کردی؟ کاری کردی؟ 10 میلیون که الان دردی از شما دوا نمیکنه. یه فرصت دیگه به من بده. قول میدم زود جور کنم. خواهش میکنم. اون موقع که فرصت داشتی لنگتو دراز میکردی تو خونتو، میگفتی فلانی خر بود 10 میلیون تیغی زدم. نگفتی؟ گفتی دیگه. من این پولو فقط به اعتبار مینو خانم دادم. الان پولمو میخوام. من قانون 10 میلیون از کجا بیارم؟ مینو مادر 2 تا بچه از شب نباید اینجا بمونه. تو هم پدرشون مثلا نه؟ شب بدبخت شدیم که این همه بعد التماس کنم. خب به جای این همه التماس یه تکونی به خودت میدادی و پول منو جور میکردی. بعد آوردم 10 میلیون زدم به یه کاری که سود کنم، همش سوخ شد. زندگی دیگه بالا پایین داره. الانو بگید الان چی کار کنم که شما از خر شیطون بیایید پایین؟ پسر گلم جان، خوب گوش کن چی میگم. تا اله صبحم بگی، 10 بار دیگه هم بگی، من غیر قانونی حرف نمیزنم. میگم من پولمو میخوام. آخه اگه رضایت ندید مینو رو فردا میبرن زندان. ها مرکز فاجعه. الو، الو علی جان، حبیبم، الو الو، صدا میشنوی؟ آره قربونه بب، چطوری؟ نوکرتم، آره هانی خوبه، حسین هم خوبه، آره آره، مینو هم خوبه، گوش کن، ببین لنگ مقدار پولم، میتونی بر، الو، علی، علی، خدا عشقم محتاج نکن. در جان من میگم الان پول لازمم، شما دوباره چی حرف قدیمو پیش میکشی؟ بابا هیچی، بابا هیچی، بلش کن، نخواستیم بابا. آره شما درست میگی، من اصلا اشتباه کردم، زنگ زدم، غلط کردم، من معذرت میخوام. باش بابا، خداحافظ. خدا خدا مسلم جون، شرمنده مزاحمت شدم، یه گرفتاری داشتم. حالا خودت هم که میگی گرفتاری دیگه. نه باش، میدونم. آره ببخشید. آره قربونه دارم، همه گرفتارم. باشه باشه باشه، بعدم بهت زنگ میزنم. ای بابا چه، همه گرفتارن ها. سلام حبیب آقا. سلام. پس مینو خانوم کو؟ نکنه نگرش داشتن؟ بله. هانیه یه بند داره گریه میکنه، مادرشو میخواد. حبیب آقا یه کاری بکن، خوبیت نداره زنتو ببرن زندان. بله. صابخونتونم اومده بود دم در. چی؟ گفتم بهش نیستی، گفت عصری میاد. حالا میخوای چی کار کنی؟ حالا چی کار میتونم بکنم؟ باید 10 میلیون پول جور کنم. 10 میلیون؟ طرفش رضایت نمیده. یا باید 10 میلیون رو جور کنم یا مینو رو نگه میدارم. فقط یه زحمتی براتون داشتم. من تا این چند روزه این پول رو جور کنم خیلی گرفتار میشم. اگه ممکنه براتون، البته حسین خودش هست، بیشتر به خاطر هانیه میگم، روزا یه سری به این بچه ها بزنید ازتون ممنون میشم. والا با آقا ناصر سلام برسون. با اجازه. بازم ممنون. Oh.
کجا رسیدی؟ هیچی، هنوز همون خونه اولم. یه کاری بکن مرد. آخه چرا همش همه میگن یه کاری بکن ولی هیچکی نمیگه چی کار کن؟ او به خدا به هر دری زدم جور نمیشه. در همسایه، دوست آشنا، همه فقط میپیچونن. خب دیگه چی کار باید بکنم نگن میغیرت؟ یه سر برو کمیته امداد منطقتون. یکی از کارهایی که اونجا میکنن اینه که یه دادم خیر رو جمع میکنن با پول اونا. زندانیایی که حکمشون مثل حکم خانم شماست از زندون در میارن. واقعا؟ آره. خب چقدر طول میکشه؟ سریع اتفاق میفته؟ تو اقدام بکن، ناامید نباش. موفق باشی. پولشون رو خواد، رضایت هم نمیده. مینو خانومم، تو رو خدا اینقدر نگران نباش. 10 میلیون از کجا میاری؟ اگه شده از زیر سنگم پیدا کنم این کارو میکنم. فقط یکم صبر کن. همین هانیه چطوره؟ حسین بچه ها خوبن، خیالت راحت باشه، همه چی خونه ردیفه، فقط جای تو خالیه. هانیه بهونه‌مو نمیگیره؟ حسین حواسش خیلی جمعه. حبیب 10 میلیون. مینو خواهش میکنم اقید صحبت 10 میلیون رو نکن، بعد به دلت راه نده. چی کار کنم؟ بعد شانسی آوردم دیگه. از یه دست به مس میزنن طلا میشه، با دست به طلا میزنیم کود میشه. میدونم تو زندگی با من خیلی تخت کشید، ولی درست میشه، مطمئنم درست میشه. میگفتم برات برق رینگ اسپورت ماشینش چشامو کور کرد. نه اینکه من ندید بدید باشم، نه، ته خوب بود یارو، خوب بلد بود چی جوری تو دل آدم خودشو جا کنه. عجب رستورانایی، وقتی نگاه میکنه یادم میرفت اون ماهیه که پیش خدمته میذاشت جلوم خام بود یا پخته. اصلا دیگه یادم میرفت مزه اون آبگوشت رو که ننه واسم میپخت با عشق. همین که به خودم اومدم دیدم یه حلقه تو انگشتمه، فوش و لنترونی طلبکارشه که پشت در خونم تا آسمون. آب شدی ها رفت تو زمین. دیدی چشخوره ننه ها چجوری سوراخ میکنه ته دل آدمو؟ پیش گفتم مامی جون، هنو نشناختی دختر یکی دونتو، خودم پشتت وامیستم. آه گوره باباش، رو پای خودم وامیستم. چی فکر کردی؟ زندگی خودم و خودتو میکنم از این رو به اون رو. رفتم زدم تو کار آلیشوریش با افندیای استانبول، از شلوار جین تا رنگ و لعاب صورت. فقط حیف که نفهمیدم حرف رفیق رفقا رو که چی شراره. دست تو کار بیزینس زیاده ها. نفهمیدم، از استانبول ترکیه شروع کردم، تو استانبول تهران کله پام کردن این گردن کلفتای خوش غیرت. بدبختی من که یک قرون دوزار نیست، اصلا نمیدونم چند تا صفر داره جلو بدهیم. بمیرم واسه ننم که همون سوی چششم گذاشت، بس که زجه زد واسه من تو تنهایی. اوی بس کن دیگه، 1000 دفعه قصه رو برامون تعریف کردی، واسه کپ برگمونو بذاریم. شات اپ بینیم بابا. ساکتی؟ ها؟ تو این سلول یه جفت گوش هست که حرف دلتو تا تش میشنفه، اونم گوشای آبجیته. چی شدی هایی سر از بند چکیا در آوردی؟ چکیا؟
نمیدونم. آخه آقای صاحب خانه اومد دم در باهاتون کار داشت. شما غذا خوردی؟ بله منجی خانه اومد به همون غذا داد، دهانی هم غذا داد. بسش درده گفتش مامارتون کی میاد؟ گفتم نمیدم. گفتش خوشا به غیرت بابات. نقاشی تو اسم زندانی رو نوشتی؟ چیکار باید بکنم؟ باید بمونی تو نوبت. نوبت؟ آره دیگه، باید صبر کنی تا نوبتت برسه. خب کی نوبتم میرسه؟ ببین آقا، خیلی ها قبل از شما تو نوبتن، همشون هم عین خودتن. من نمیدونم کی نوبتت برسه. شاید یه معجزه اتفاق بیفته نوبتتون زودتر برسه، یا شاید اینکه یکی بیاد مشکلش حل بشه شما نوبتتون بیاد بالاتر. یعنی باید منتظر معجزه باشم دیگه؟ نه، توکل به خدا کن. من آبروم داره میره. نصف این لیست خانمایی هن که مشکلشون عین مشکل خانم شماست. اون مدارکو با خودت ببر دبیرخونه، بده ثبت کنن، شمارش هم پیش خودت نگه دار. سلام حبیب جون، چطوری؟ بابا خیلی باحالیه. دیگه شماره ما میفته رو گوشی جواب نمیدی دیگه. نه ممن، یه دو تا چایی برده بیار. چشم عزیزمت شنینی، خواه چیکار کنم؟ چیکار میتونم بکنم؟ ممنون. قصه نخور درست میشه. آره درست میشه، همه همینو میگن درست میشه. چیه؟ تیغت هیچ کسو نگرفت؟ تیغم کیو بعد میگره؟ به هر دری زدم نشد. کدوم آدم دیوونه ایه که بیاد به من سفته برگشته پول قرض بکنه؟ اتفاقا من یه آدم دیوونه رو میشناسم. کی؟ جلوته. شما دوتا که شیپیش تو جیبتون سقاب میزنه. حالا چقدر میخوای؟ 10 میلیون تومان دارید؟ 10 میلیون میخواد. 10 میلیون؟ حله. من خلاف نمی کنم. بس یه گوشی بشین انقدر چایی جوشته به خیکت بند، بلکه غیرتت به جوش بیاد. گوش کن. بشین سیاه بشین. عشقی ما به خاطر خودت داریم میگه. خوبی تو میخوام. تو چی فکر راجع ما ها؟ چی فکر راجع ما؟ فکر کردی مثلا من 32 تا یه پس این کار بر نمیایم؟ نه پس چرا اومدین سراغ من ها؟ ای بابا، به خاطر بچه مرد بودنمونه دیگه. چه نمیفهمی؟ بهش بگو تصمیم با خودشه. تصمیم با خودته. بهش بگو اگه پای بود چپ بیاد خونه ما 30 تا پیاز قضیه رو واسش میگم. شنفتی؟ اینم بهش بگو یه شب کار میکنه 10 میلیون پول گیرش میاد. 10 میلیون گیرت میاد، بلکم بیشتر. بهش بگو اگه قبول نکنه خیلی احمقه. خیلی احمقی اگه قبول نکنی. ببین حبیب جون، اگه بخوای کار ثواب بکنی بعد 10 سال شاید 10 میلیون گیرت بیاد. بعد 10 سال میفهمی؟ 10 سال خانومت میمونه پشت میله‌های زندون. هانیه 10 ساله میشه، حسینت دیپلمشو میگیره و توی تمام این سالها مادرشون به خاطر بی‌عرضگی پدرشون پشت میله‌ها بوده. 10 سال یه عمر حبیب، میفهمی؟ مزه کن. مزه سرکه نمیده. چی کار باید بکنم؟ هیچی، 2 دونه قفل میخوایم برامون باز کنی، همین. قفل؟ خیالت راحت، جاش امن توپ. یه پیره مرده که توی باغ درندش تنهاست با یه گاف صندوق. زیر بامش هم تمام دستمونه. خیالت راحت.
الان یه ماه داریم روش کار میکنیم. هستی یا نه؟ آخرین فرصت ها حبیب. خب چیکار کنی؟ راحت ببین فقط یه دقیقه برو تو حواست بهش باشه ما یه چرخی بزنیم. کی من؟ آره بابا نترس دست دانش بستیم برو. از اینو مصرف میکنه؟ آره بابای منم از اینو میزنم. خیلی خوب خیلی خوب میزنم فقط داد نزن. خب کن شروع کنه دیگه. چرا جای خوب شروع نکردی؟ همه که مثل شما نیستن دست به مس بزنن طلا بشه. از کجا میدونی که من اینجوریم؟ به خاطر اینکه اومدیم خونه تو دوزی. من با مال پدرم شروع نکردم. فلمون کن تو رو خدا. زمونه شما با ما فرق داشت. الان ببینم بچه‌ای تو بدون پول تو میتونن تکون بخورن؟ میتونن؟ از کجا میدونی که بچه‌های من روی پای خودشون نیستن؟ خوش به حالتون. میدونین به شما چی میگن؟ شما آدمایی هستین که بهتون میگن عاقبت به خیر. تو از کدوم هاشی؟ منم از اونایی که میخواستن خوشبخت و راحت زندگی کنن اما به خودشون اومدن دیدن ته چاهن. فهمیدی؟ تو کدوم چاه افتادی؟ تو خوب فهمیدی من این کاره نیستم. من اگرم اینجا هم فقط به خاطر اینکه بچه‌ام فکر نکنه باباش بیغیرته. میفهمی؟ بیغیرت؟ چرا؟ خوش کن. قصهش دولانیه به تو هم هیچ ربطی نداره. اینجوری درنش بازه چیزه این مریض اسمی مریضی که مریضی به درک یه برو برمین چی کارت داره. دارم راحت گم میکنم. چی؟ سیروز کو؟ پیش پیر مرد هست. برو صداش کن بیا تا گر نزده. تو هم باست مشغول شو بودو. خوب چیزیه. بیا کارت دارم. خوبی؟ با اون
باورم نمیشه. دارم خواب میبینم. چه خبره؟ این که خالیه. میکشمش. میکشمش. پولا کجا؟ چه کسی اینقدر پول رو تو خونش نگه میداره؟ دروغ میگی. من تو رو نمیشناسم. نه؟ چرا؟ میشناسم. جفت پیشون تو پول بود. پر پول. همه رو بردم بانک. آقا سیامک. ببینم تو اونو میشناسی؟ یه عمر خونه جا کردشم. خاک بر سرت احمق، گن زدی. تو اونو میشناسی و اومدی خونهش دزدی؟ چقدر گاوید شما؟ تو ببر خونه. ببینی؟ به ما دزدی هم نیومده. ما رفتیم. خوش خیرت. کاش همه چیز به همین راحتی تموم میشد. آره اگه همه چیز به این راحتی بود و منم 10 میلیون پول داشتم، پام خونه همسال مثل تو نمیذاشتم. خوب نگاه کن، اسمم حبیب، فامیلیم براتی. یه آدم بیغیرت که زنشو به خاطر 10 میلیون سفته انداختن زندان هیچ کاری هم نمیتونه بکنه. هر کاری بگی کردم، به هر کی بگی رو انداختم. دوست آشنا غریبه کمیته امدادم رفتم گذاشتم تو نوبت. من آب از سرم گذشته. تمام اینا رو میتونی بری پلیس بگی، میفهمی؟ حتما دلیلی داشته که اینجا پیدا شده. آره یه بار تو عمرم اومدم دزدی، اونم با یه گاف صندوق خالی روبرو شدم. دلیلش همین بوده که خدا میخواست آبرون ببره که برده. یه چیزی میخوام بهت بگم. چیه؟ نصیحته؟ نه فقط میخوام بگم هر وقت دست به کاری میزنی مراقب باش که آخر عاقبت بدی نداشته باشه. چشم. هیچ چیزی بی دلیل نیست. خاک بر سرتون کنن. به ما دوزی نیمده. پاشین جمع کنیم وسایل، باید بریم. با تو هم باید بخوشیمش. چی؟ من نمیرم زندون. دیگه نمیرم زندون. اما قرارمون آدم کشی نبود، میفهمی؟ ببین وقتی میگی پایم یعنی باید تا آخرش باشی، فهمیدی؟ آره اما نه آدم کشی. خون من رو شناخته، میفهمی؟ خب که چی؟ خفه. این نون تو گذاشی دامن ما، خودت هم باید تمامش کنی. حالیته؟ خودم تمامش میکنم. من مطمئنم سیا تو از اونتش بر میان. بلند شو، باید فرار کنی. پاشو میخوام بکشنت. میتونی خوب بودو هیو نه؟ بیرو بیرو این چهارم بگیر. بکنه اسرائیل داره دنبالت میکنه. باید سریع بودوی میفهمی؟ بودو از پنجره سریع سود پاشو داشت. اگه بهت رسیدن از دفاع کن، جور نیست. کجا؟ فرار کرد. چی؟ من میبینی ها؟ از کجایی؟ چرا من نمیبینی؟ از چرا تنهام گذاشتی؟ این چه بلایی میخوای سرم بیاری؟ اگه هستی خودتو بهم نشون بده. دیگه طاقت ندارم، دیگه نمیتونم. خدا قمه ده بابا
چیکار میکنی دو ساعته؟ مامان بزرگ هانیه رو کی میاره؟ بعد از ظهر. خیلی خوب، پاشو نکن، پاشو برون قابلمش یه آبی بزنه، یعنی دیروز دوباره کثیف بهش ندیم. پاشو نکن بابا جون، پاشو نباش. حتما دوباره خود حساب کنه. خدا خدا تکلیف همونو با این روشن کنیم. آخه کی بوده؟ تو هیچی نفهمیدی؟ نه، فقط بهم گفتن یکی از خیرینه که هر سال به کمیته امداد کمک میکنه. حالا امسال یه راست اومده سراغ من. حبیب، همه ای پولو یه جا داده، آزادی منو خریده. خب من همینو نمیفهمم، صحبت 10 میلیون پوله، پول کمی نیست. یعنی هنوز هم همچین آدمایی پیدا میشن؟ منم باورم نمیشه. یه پاکت هم داده، گفته برسونیمش به تو. چی؟ روشم نوشته هیچ چیز بی دلیل نیست. بکن بذار من بازش. باش. این چیه؟ این پیره مرده تو میشناسیش؟ نه، این چیزه، این حبیب، به من دروغ نگو. از کجا میشناسیش؟ باور کن بهت دروغ نمیگم، من اصلا نمیشناسمش، اسمش هم نمیدونم. این همین که گفتی یکی از خیرین کمیته امداده، من فقط یه بار ازش درخواست کردم، همین. آره، هیچ چیزی به دلیل نیست. شاید فاصله آسمون و زمین انقدری که ما فکر میکنیم زیاد نیست. نه خوبه، من نبودم عارف شدی. چی؟ چی؟ دلم برای هانیه یه ذره شده. بریم بیاریمش. راهی نمونده تا خدا، باید فقط باور کنم. من نظم کردم بغضمو قبل خط روی دنیا میکشم، نزدیکتر میشی به هم هرچی که تنها تر میشم. راهی نمونده تا خدا، باید فقط باور کنم. من نذر کردم بغضمو قبل از سحر پرپر کنم.